بعد از سالهای بسیار زیاد، در سالهایی که افغانستان تنها بازار مصرفی دواهای خوب و خراب کشورهای گذشته، کشورهای خارجی بود که متاسفانه صحت خود هموطنان ما را متضرر ساخته بود و صنعت داخلی تولید دوا محصولات سیرم در کشور متضرر کرده بود، لیکن در دو سالی که اداره دوا غذا افغانستان منعیس یک اداره مستقل شناخته شدن، رهبری جدید اداره دوا غذا افغانستان تلاش های زیادی را کردن، بالخصوص در بخش حمایت از تولیدات داخلی که یکی از ثمرهایش دیروز ما شاهدش بودیم که کارخانه تولیدی سیروم ملی شفا اولین محموله خود به کشور عراق و یمن فرستادن که تقریبا 15 کانتینر میشد این محمولشان. این محموله را دکتر صاحب خود درخواست عراق بود که باید ما برش بفرستیم یا چطور که انتخاب کردیم این دو کشور؟ خب قرارداد را که اینا با جانب عراق داشتن و زمانی هم که محصول از اینا در اونجا بعض پروسه قانونیش سپری شد، بعد از قرارداد را که اینا با جانب عراق بسته کردن، بالاخره تصمیم به یک شد که باید یک محموله باید فرستاده شد به جانب عراق. و بدون شک وقتی که به یک کشور فرستاده میشه یک محموله، حتما نیاز از او کشور میباشن. توافق صورت گرفتن تقریبا برزش بالاتر از $500,000 امریکایی این محموله فرستاده شد خوشبختانه، و ما امیدوار هستیم که بتانیم در سالهای پیش روی دیگه اقلام دوایی خود هم در دیگه اقلام دوایی ما هم به خود کفایی برسیم و در پالوی ازی بتانیم ما صادرات به دیگه کشور هم داشته باشیم. بسیار خوب، یعنی دقیقاً این سیروم خودش در افغانستان جور شده است؟ بدون شک کاملا سیروم وطنی است و محصول داخلی افغانستان است. خب بدغه برخه کې راتوی در سب د دوا په برخه کې افغانستان د څو قلمه دواګانو له اړخه خودکفاته رسیدلی او نور هیوادونو ته هم استوي. خب اگر یک کم مفصلتر صحبت بکنیم، در گذشته پیش از اینکه پیش از حاکمیت دوباره امارت اسلامی افغانستان، دو زمان 50 و چند کارخانه بود در سطح افغانستان در بخش دوا و محصولات سی فعالیت میکردن و به یک نحوه این کارخانه تا 50% به یک شکل اینا فلج بودن. چرا؟ مافیایی که در زمان وجود داشت قصد نمیخواستن که صنعت دوا در افغانستان رشد بکنه، لیکن بعد از فتح کابل، بعد از حاکمیت دوباره امارت اسلامی افغانستان در رأس رهبری امارت اسلامی افغانستان و اداره ملی غذا و ادویه افغانستان به نوبه خود حمایت کامل از این بخش کردن که خوشبختانه فعلا در دو سال گذشته تغییرات بسیار چشمگیر هم در تولید اقلام به وجود آمده، هم در تعداد کارخانه ما. فعلا در حدود 104 کارخانه ما داریم در بخش تولید دوا و محصولات سی و ظرفیت تولیدیشان هم نسبت به گذشته بیشتر شده. دو سال قبل یا دو نیم سال قبل ظرفیت از این کارخانه به 200 تقریبا به 250 قلم میرسید، لیکن فعلا الحمدلله بالاتر از 650 قلم اینا تولید میکنن و در 15 قلم دوا فعلا افغانستان خوشبختانه خود کفاست و به خاطر حمایت از این بخش اداره دوا غذا افغانستان ورود از این 15 قلم هم از بیرون ما ممنوع قرار داده و امیدواری وجود داره انشالله که در سالهای پیش روی ما بتانیم این اقلام بیشتر و بیشتر بسازیم. انشالله که در یک دو سال پیش روی تعداد اقلامی که ما به خود کفایی میرسیم انشالله به 20 الی 30 قلم خواهد رسید. و در پولی ازی در دو سال اخیر کارخانه‌ای که فعالیت خود آغاز کردن و جدیدن افتتاح شدن در سطح کشور با معیارهای بین‌المللی کار میکنن، با معیارهای جهانی کار میکنن که انشاءالله در آینده نزدیک ما شاهد صادرات دیگه اقلام دوایی به دیگه کشور هم خواهد بودیم. دکتر صاحب فعلا در حالت که هستیم در افغانستان چند فابریکی دواسازی کار میکنه فعلا؟ پیشتر مرز کردم که در گذشته 50 و چند کارخانه بود، لیکن فعلا در بخش دوا و محصولات سی تعداد کارخانه ما به 104 کارخانه میرسه. فعلا این دوایی که وارد میشه به کشور ما پروسه از چطور است؟ در بخش کیفیتش، در بخش نگهداری، شاید کسی از پرسان دقیق میکنه نمیکنه که دواها فعلا به کدام کیفیت وارد کشور ما میشه؟ خب بدون شک یگانه مرجعی که میتونن تثبیت کیفیت و کنترل کیفیت دوا و محصولات سی مواد غذایی را در کشور بکنن اداره ملی غذا و ادویه افغانستان است که خوشبختانه ظرفیت اداره، ظرفیت داخلیش و ظرفیت تکنیکیش نسبت به دو سال گذشته بسیار خوب پیشرفت داشتن. یعنی در اگر آمار سالهای گذشته را مقایسوی
بر هموطنان خود بگویم. در سال 1400 اداره صرف تانسته بود که از تمام دواها، مسلاسی و مواد غذایی که داخل کشور میشه صرف با تلاش نهایی خود کرده بود، تانسته بود که 17700 نمونه را از این اقلام چک بکنه و بعد از اینکه نتیجهشان مثبت بود اجازه به بازار ما دادیم. لسال 1401 ظرفیت الحمدلله یک چندین برابر شد، تقریبا میتونیم بگیم که بالاتر از 2.5 برابر شد که 45800 نمونه را ما در سال 1401 چک کردیم. در سال گذشته یا سال 1402 ظرفیت دیگه هم بالاتر رفت که ما بیشتر از 67000 نمونه را در تمام سال از دوا و محصولات سی و مواد غذایی ما تانستیم تثبیت کیفیت بکنیم. بعد از اینکه مطمئن شدیم کیفیت خوب دارن، ما اجازه عرضه و بازار برشان دادیم. فعلا پروسه قسمی است که تمام اقلامی که وارد میشن به داخل کشور، نماینده های فعال در داخل افغانستان در تمام گمرکات عملا حضور دارن. از این تمام اقلام نمونه گرفته میشن، نمونه فرستاده میشه به لابراتوار کنترل کیفیت در داخل افغانستان و بعد از اینکه تثبیت کیفیت شد باز اجازه به بازار داده میشه. در صورتی که ما متوجه شویم که قلم دوا یا محصول سی یا مواد غذایی از کیفیت از معیار خوب برخوردار نیست، بدون شک در اونجا ضبط میشه و در موقعش او را هدر میکنیم. قسمی که در سال 1401 یک حجم بسیار بزرگ دواهای بی کیفیت، محصولات صحی بی کیفیت و تاریخ گذشته و میرقم غذاهای بی کیفیت از مرکز و از ولایات جمعوری هدر شد که تقریبا به 1636 تن می رسید. و در سال گذشته هم، در سال 1402 هم که ما تازه تانستیم تشکیل خود به ولایات گسترش بدیم، تقریبا 860 تن دوار محصولات سی و مواد غذایی ما هدر کردیم. و امسال که خوشبختانه سالی است که ما در تمام ولایات ما حضور فعال دارن همکارای ما و روزانه مطابق پلان خود از تجهیزات دوایی و غذایی به شکل بسیار منظم کنترل صورت میگیره. امسال از شروع سال تا فعلا که تقریبا چیزی کم زیاد 1.5 ماه گذشتن، در ماه حمل ما نزدیک به 100 تن دوا و محصولات سی و مواد غذایی را هدر کردیم و در ماه ثور که امروز تاریخ 17 است، یعنی در 17 روز گذشته تقریبا 140 تن دوا و محصولات سی و مواد غذایی بی کیفیت و تاریخ گذشته و بعض اقلامی که به گونه غیر قانونی داخل کشور شده بود و اصلا نیاز سیستم سی افغانستان نبود، تا همکارای ما جمعاری و به گونه به شکل مسئول هدر شده. دکتر صاحب، یک اصطلاح عام است یا به حساب وقتی که ما به دواخانه میریم، در هر چیزی که در افغانستان فروخته میشه یک قیمت خود داره، لیکن در بخش دوا وقتی که ما به دواخانه میریم، وقتی که ما نسخه را به دکتر میتیم و هر قدر قیمتی که به ما نشته کنه، ما مجبور هستیم اون را بخریم. آیا به خاطر کنترل قیمت ها هم در تمام ولایت کشور ما کدام پروسیجر هست؟ از اونها نظارت میکنن نمیکنن و چی وقت بخیر تو وقت خاطر است ان شاء الله که ما از همه دوا خبر باشیم که قیمت این دوا به این اندازه است؟ خب بدون شک کنترل قیمت هم جزی از وظایف اداره ملی غذا و ادویه افغانستان است. یعنی تمام دواهایی که به افغانستان میآیه و یا هم تولید میشن، ما یک بخش مشخص داریم که تعیین قیمت میکنن و ریاست دیگه داریم که زمانی که نظارت و بازرسی از تجهیزات میکنن، در زمان کنترل اینا همو قیمت دوباره پس مقایسه میبینن آیا همو قیمتی که اداره به این محصولات تعیین کردن آیا واقعا به همو قیمت به فروش میرسه یا قیمت بالاتر یا چه قسم بودن. و اینا نمیتونیم که رد بکنیم. در دو سال گذشته عملا زمانی که همکارای ما رفتن بسا، واقعا در بعض از تاسیسات دواها به شکل بسیار به قیمت گزاف و فروش میرسن، یعنی فیصدی را که در نظر گرفته شده به خاطر پرچون فروش ها که اونا زمانی که دوا را به دسترس هموطنان ما قرار میتن 15 الی 20 فیصد در نظر بگیرن، لیکن متاسفانه بالاتر از 80 فیصد 100 فیصد تا بعض جای بالاتر از 200 فیصد هم اونا به فروش رساندن که یک واقعیت تلخ متاسفانه از این تاسیسات است. به خاطر از اینکه این مشکل ما تانسته باشیم به شکل هم موقتا و هم به شکل دائمی حل بکنیم، فعلا به خاطر از اینکه موقتا این کنترل شون، تیم های نظارت ما زمانی که عملا روزانه است تاسیسات نظارت میکنن، یکی از موارد عمده چک لیست هایشان، یکی از موارد عمده پلان روزمره شان همی است که
اونا نرخ دواها را همچنان کنترل میکنن و جایی که متوجه شوند که یک دواخانه دوا را به قیمت گزاف و فروش میرسانن یا بیشتر از او فیصدی که تعیین شده است به فروش میرسانن، بدون شک اول برش توصیه داده میشه و زمانی که تعقیب میشه این مسئله در مرحله دوم اختیاریه و در مراحل بعدی حتی موقتا تاسیس هم مورلاک میکنن همکارای ما، و به خاطر از اینکه ما بتانیم به شکل دائمی و به شکل اساسی مشکل حل بکنیم، اداره دواخانه افغانستان شما و متنان ما در جریان هستین که سال گذشته سال 1402 ما شروع پروسه دیجیتالایزیشن یا برقی سازی اداره را افتتاح کردیم که ما در سه مرحله پلان کرده بودیم. مرحله اولش به گونه موفق به پایان رسید، فعلا ما در مرحله دومش هستیم که تمام پروسه داخلی اداره را ما برقی یا دیجیتال میسازیم، و مرحله سومش است که ما بتانیم اداره را با گمرکات و با کمپانی خارجی وصل بکنیم. زمانی که پروسه مکمل شد به ادامه از اداره دواخانه افغانستان پلان دارند که بعد از این ما ایره الزامی میسازیم که MRP یا قیمت اعظمی فروش که در پشت بسته‌بندی تمام دواها حک میشده باشند، بعد از این به افغانی باید حک شوند. یعنی فعلا یک بهانه زیاد از دوا فروش همی است که یا با کلدار نشته باشه یا با دلار یا با ریال یا با دیگر ارزهای خارجی. این زمانی هم که نوسان در ارز خارجی به وجود میان، باز قیمت دوا بلند میشه و پس دوباره پایینش به موقع درست نمیکنن. انشالله بعد از این مشکل به گونه بنیادی حل خواهد شد. یعنی زمانی که در پشت لیبل یک دوا نشته باشه که 20 افغانی است، باز کسی اجازه از ایران نداره که رو به 21 افغانی و فروش برسانن. و از طرف دیگه زمانی که پروسه دیجیتالایزیشن اداره تکمیل شد، انشالله بعد از این ما اپلیکیشن های خود ساختیم که به دسترس عام مردم ما قرار میتیم و دیتابیس ها بر تمام دواخانه و بر تمام تشکیلات دوید مرکز دو ولایات توزیع خواهد شد، و همچنان در پشت تمام دواها بارکود مشخص موجود می باشند. یعنی کوتاه میگم این زمانی که سکن بکنن، دو مسئله بسیار عمده را که متنان ما همیشه از او شاکی بودن میتونن که مطمئن شن. یکی خوب. که این دوایی که بسرشان قرار گرفته آیا ای تاییدی داره دواخانه افغانستان داره یا نداره، یعنی آیا از زیر نظر لابراتوار تیر شده یا نشدن، و در پولی از این قیمت را هم که داره تعیین کردن، قیمت هم در اونجا مشخص برشان واضح معلوم میشه که قیمتی که در پشت بسته بندی است آیا با قیمتی که داره تعیین کردن هم خوانی دارن یا نداره. بسیار خوب دکتر، سوال بعدی به میاست که در بخش قاچاق دوا سابقا بسیار قاچاق میشد دوا به طور قانونی، فعلا جلوی گرفته شده خیر، و سوال بعدی ما هم این است که چی باید کرد؟ اداره شما چقدر تلاش میکنه تا که بخیر این تمام مشکلات های بعض مشکلات هایی که شما بر ما اشاره کردین اونا حل خواهد شد؟ خب در بخش مبارزه با قاچاق اداره دواخانه افغانستان شبانه روزی تلاش های بسیار جدی را داشتن و عملا ما شاهد تغییرات خوبی هستیم. تقریبا دو یا دو نیم سال قبل در او وقت ظرفیت بیشتر عرض کردم، ظرفیت تولیدات داخلی ما کم بود، تقریبا تا 90% دوا را ما از بیرون می آوردیم و از 90% دوای وارداتی بیشتر از 75-80%ش به شکل قاچاق می آمد. در دو سال تلاشایی را که در دواخانه افغانستان به خرج دادن، فعلا الحمدلله 80-85% دوا به شکل قانونی میان، 10-15% دوایی که فعلا متاسفانه از راه های خرد ریزه به شکل قاچاق داخل کشور میشه، بخاطر از اینکه ما تانسته باشیم این راه ها را بند بکنیم تمام دوا به شکل قانونی بیان. سال گذشته ما طرز العمل ثبت کمپانی خارجی و اقلام نهایی ساختیم و در پالی از این کمیته مبارزه با قاچاق که در رأس از این کمیته داره دواخانه افغانستان قرار داره و وزارت های محترم داخله، دفاع، ریاست استخبارات، وزارت مالیه، وزارت صنعت تجارت هم با ما عضو هستند. ما چندین کمیته تا فعلا داشتیم، انشالله امسال هم کوشش میکنیم با برگزاری این قسم منظم از این کمیته ما تانسته باشیم که به گونه مشترک جلو از این معضله بگیریم. و قسمت بعدی سوالتان که چگونه به این مشکلات میشه پایان داد، بدون شک اداره دواخانه افغانستان یک اداره نوپای است. ما بیشتر کوشش کردیم در سال گذشته، در سال 1402 زمانی که تشکیل وسعت پیدا کرد، اولویت ما می بود که ما بتانیم هم سیستم سازی بکنیم، هم قانون سازی بکنیم و هم در پولی ازی بتانیم متخصصین جذب بکنیم، که خوشبختانه بالاتر از 90% الی 95%
سیاست بست هایی که به اداره داخل افغانستان منظور شده بود، ما سال گذشته تانستیم همیشه بر رقابت آزاد بگذاریم که از طریق رقابت آزاد از گوشه و کنار افغانستان نخبه هایش و متخصصینش جمع شدن که فعلا در بست های مربوطهشان هم در مرکز و هم در ولایت مصروف خدمت هستند. و اداره دواخوزی افغانستان هم مصمم به ای است که ما بتانیم سیستم بیشتر فعال بسازیم، کنترل بیشتر صورت بگیرن تا ای که رضایت هموطنان خود ما داشته باشیم. خیلی سپاس دکتر سیب محترم جاوید حجیر، سخنگوی اداره دواخوزی که در برنامه امروی ما بودن. خیلی سپاس، ان شاء الله در برنامه بعدی در این بس صحبت های زیاد خواهد داشتیم. تشکر از شما.